درودهای فراوان به شما بینندگان گرامی، مانی هستم و امروز باز هم من در خدمت استاد پرویز دستمالچی هستم درباره موضوع بسیار مهم که خواهم گفت خدمت شما. اما یک پیشگفتار کوتاهی دارم و اون اینکه من در دو سه جا در برنامه پیشین اشاره کردم که گویا شوربختانه مردم ایران و فونکسیون اجتماعیشون، موتور انقلابشون، یک دنده داره، اونم دنده عقبه. یعنی دنده رو به آینده و رو به جلو نداره یا به نظر میرسد که نداره. در سال 57 که یه وضعیت نسبتاً متفاوتی به نسبت دوره قاجار به وجود آمده بود، مردم گفتن نه نه، این ماشین مثل که داره یواش یواش میره جلوی. دندشو گرفتن یه دنده عقب حسابی، 1400 سال رفتن عقب. و بعد همینطوری در دوره خمینی هم یک دنده عقب دارن میگیرن که برگردن به 2500-600 سال، 3000 سال پیش. و هر انقلابی که کردن، هر حرکتی که کردن، به جای اینکه رو به جلو برویم واپس رفتیم. و در انقلاب مشروطه که بوی خوش پیشرفت می آمد، ناگهان آمدند و آخوندها رو و دیکتاتوری رو بالای سر قانون نشاندند و مجلس عملا تعطیل شد، قانون اساسی عملا مالید و ما دوباره رفتیم دوره قاجار، دوباره برگشتیم به همینطوری دنده عقب دیگه. و اما موضوعی که با جناب پرویز دستمالچی امروز میخوایم بررسی کنیم فصلی است از کتاب ایشان درباره انقلاب اسلامی ارتجاعی. اما چرا انقلاب؟ آیا واقعا انقلاب بود؟ و چرا ارتجاعی؟ آخوندها که میگفتن این یه انقلاب روی جلوه، چپهای استالینیستی هم که میگفتن که دشمن امپریالیسم این که این هست، استقلال میخواهیم که این داده است، فقط یه ذره آزادی رو کم کرده، ولومش آورده پایین، اونم ببره بالا، ما دیگه حرفی نداریم. دست در دست یک دیگر در این حرکت به واپس، این موتور فرسوده تاریخی اجتماعی ایران رو راه انداختند و همچنان داریم رو به واپس و عقب می رویم. تا کجا؟ تا بن تاریخ بیگمان. و اما جناب پرویز دستمالچی نوشتند در انقلاب نیروهای سیاسی، اجتماعی، طبقاتی بسیار گسترده و وسیعی شرکت دارند. همچنان که در انقلاب ایران نیز چنین بود. اینکه برآیند نیروها در نهایت به هر دلیل منتهی به پیروزی چه کسان یا نیروهایی شود بستگی به صدها عوامل و فاکت‌های متفاوت آشکار و پنهان دارد. در انقلاب ایران در نهایت انقلاب به معنای وسیع و عمیق اسلامی شیعه شد و در پی آن بنیادگرایان اسلامی شیعه مکتب اصولی معمم و مکلا توانستند رقبا را کنار زنند و قدرت را قبضه کنند، هرچند با دستهای عمیقا خونالود. کجای تاریخ ایران چنین نبوده. انقلاب اسلامی برای آنها مجوز و برگ عبور از تمام معیارهای حقوقی، قانونی و اخلاقی بود. چرا؟ چون وقتی پای قرآن و شریعت و سنت در میان است، پیداست که مسائلی مانند معیارهای حقوقی، قانونی و اخلاقی اصلا معنا نداره. هرچه هست در قرآن آمده است، ما دیگر به هیچ چیزی دیگر نیاز نداریم. در بازی شطرنج زمانی که کیش و مات شدیم، دیگر اگر و اما و شاید و ولی بی‌معناست.
زیرا در هنگام بازی و حرکت مهره از تمام توان عقلانی خود یاری گرفتیم تا مات نشویم، اما شدیم. پس جناب دستمارشی پیداست که عقلانیت ما به تمامی هم تمام نبوده است که یاریگر چنین حرکت شوم تاریخی بوده ایم. این که جمع میبندم، منظورم همه مردم ایران نیستن. شما به درستی اشاره کردید که نیروهای سیاسی گوناگونی در هر انقلابی و تحولی نقش دارند، ولی اونهایی که نیروهای ضعیفتری دارند یا عقلانیتی دارند که مردم در نمییابند، آنها شکست میخورند. عقلانیتشون هم زیر پای انقلاب میماند و انقلاب فرزندان خودش رو هم میخورد و همیشه میفته دست دیکتاتور چکمه پوش یا عمامه بر سر یا هر دو با هم. در خدمت شما هستم، بفرمایید. جناب مانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و اینکه لطف کردید منو دعوت کردید. ببینید، این مثال شطرنج چون به این دلیل بسیار مهمه که در بحث اینکه چه گذشت گفته میشه که گویا آخوندا یا بنیادگرایان اسلامی آمدند و انقلاب رو دزدیدند، بردند، کلک زدند و یا کودتا کردند یا هر چیز دیگری، و ابتدا خواستا چنین نبود. خب تو هر کشوری که اتفاق و انقلاب اتفاق افتاده، نیروهای اجتماعی وسیع بازی میکنند و شما موقعی که نشستید شطرنج بازی میکنید، پس از این که مات شدید دیگه اگر و اما و شاید و ولی نداره. شما مات شدید، برای اینکه اون زمانی که هنوز نشده بودی تمام امکانات و توانایات رو در اونجا فکری به کار انداخته بودی که شما طرف رو مات کنی، ولی مات شدید. یعنی نتیجه بازی مات شدن شماست، دیگه چون و اینا نداره. حالا در انقلاب هم همیشه همینطوره. موقعی که نیروهای گوناگون با انگیزه های گوناگون شرکت میکنن، اون نیرویی که برایند اون حرکت، مجموعه اون حرکت ها تعیین کننده است، نتیجه تعیین کننده است. اینکه من چیز دیگری میخواستم یا چطور شد چی شد، اینا میتونه بهش توجه کرد به هنگام بررسی برای توضیح بهتر به قدرت رسیدن یک نیرو، ولی برایند مجموعه آن چیزی که انجام گرفته همونیست که بیرون اومده. و در جنبش سال 1357 در ایران، اینها نیروهای بنیادگرای اسلامی بیرون اومد. حالا من موقعی که میگم نیروهای بنیادگرا، این تصور پیش میاد که رادیکال ترین نیروهای عین داعش و یا طالبان و یا القاعده. نه، در واقع منظور من عبارت از این است که مجموعه کسان و جریانهایی که حکومت دینی، حکومت اسلامی میخواستن. شما همین که حکومت اسلامی بخواهی، یعنی خواهان یک نظم سیاسی تامگرا و توتالیتر هستی، با یک ایدولوژی فرا انسانی. در انقلاب اکتبر در روسیه، ایدولوژی انقلابیون فرا انسانی نبود، مقدس نبود، ایدولوژی بود که برآمده بود از اندیشه های زمینی با تکیه به مسئله ماتریالیسم تاریخی، که گویا روند تاریخ در خودش روندی دارد رو به پیش، در حالتی که پیشرفت و انسان می سازد و جبریتی در تاریخ وجود نداره.
شما هستی که تاریخ را میسازی با افکار و اندیشه های خودت. و اگر اینطوری فکر کردی یه حکومت اینطوری درست میکنی، اونطوری فکر کردی یه حکومت اونطوری درست میکنی. به همین دلیل شما میبینید که این جریان بنیادگرای اسلامی یک طیف وسیع بسیار گسترده‌ای داشته که یک سرش فدایان اسلام بوده و یک سرش خمینی و امثالهم بوده، یک سرش مجاهدین خلق بودند که حکومت اسلامی میخواستند در اون زمان، یک سرش نهضت آزادی بود که حکومت اسلامی میخواست در اون زمان. برای شما من بعدا یکی دو تا نقل قول کوتاه خواهم خوند. یک سرش سروش بود که حکومت اسلامی میخواست و یک سرش شریعتی بود. سروش در کتاب در مقدمه کتاب قصه ارباب معرفتش میگه که امام خمینی و دکتر علی شریعتی دو محبوب دیگر منند. در دوران دانشجویی کتاب مخفی حکومت اسلامی آیت الله خمینی را خواندم و در جزء پیروان و مقلدان او درآمد. میدونید؟ خب سروش اینطوری میگفت: مهندس صحابی و نهضت آزادی، چون نهضت آزادی رو میگن جریان لیبرال اسلامی، اصولا نهضت آزادی به عنوان جریانی که حکومت دینی میخواهد به لیبرال به اندیشه لیبرالیسم کاری ندارد، فقط نهضت آزادی در سیاست ها افرادی رو داشت، این مهندس بازرگان، مانند دکتر صحابی، آیت الله طالقانی، در سیاست ها معتدل تر بودند ولی حکومت اسلامی میخواستند. این خیلی مهمه که شما چه لیبرالیسم سیاسی روی آزادی های فردی و اجتماعی بنا شده، روی حق حاکمیت فرد بنا شده، اصلا چه ربطی به لیبرال بودن نهضت آزادی داره. میدونید من برای شما حالا یه تیکم از نهضت آزادی میخونم که بعد توضیح بدم چرا این چنین شد، چرا این چنین شد در اونجا. عرضم به حضور شما این از کتاب نیم قرن خاطره و تجربه مهندس صحابی جلد اول. ببینید چی میگه. میگه به هر صورت نهضت آزادی را میتوان پیشگام و جنبش نوگرایی اسلامی در ایران دانست که پایه‌گذار آن هم مرحوم مهندس بازرگان و هم مرحوم طالقانی و دکتر صحابی بودند. البته باید توجه بکنید که موقعی که این نهضت پایه گذاری شد، عضویت زنان در نهضت رو نمیپذیرفتند، عضویت غیر مسلمانان در این نهضت آزادی رو نمیپذیرفتند. حالا به اون کاری ندارم. نهضت آزادی برای اولین بار نظریه دین از سیاست جدا نیست و اینکه فعالیت سیاسی محتاج به یک مبنای عقیدتی و ایمانی و مذهبی است را مطرح کرد. میگه ما اولین بار بود ما اومدیم این کارو کردیم در ایران. البته پیش از نهضت آزادی مرحوم نواب صفوی هم موضوع رابطه دین و سیاست را مطرح کرده بود تا به آن حد که بر روی هفتیرهای آنها نوشته شده بود برای اجرای احکام نورانی اسلام. توجه میکنید؟ یعنی این حرف رو که خب ما که نمیزنیم، که این حرف خود
مهندس عزت الله صحابی در نیم قرن خاطره و تجربه میگه، میگه ما این افتخار رو داریم که برای اولین بار اومدیم این مسئله دین و سیاست یکی هست و این حکومت دینی رو مطرح کرد. البته قبل از ما هم نواب صفوی اومده و اونا مطرح کرده بودن، به طوری هم به این مسئله اعتقاد داشتند که روی از کلتشون اسلحه هایی که دگراندیشان را میکشتند نوشته بودند برای اجرای احکام نورانی اسلام. خب احکام نورانی اسلام آنچه که در قرآن و سنت هست همین است که در جمهوری اسلامی پیاده شده، همین است که القاعده کرده، همین است که طالبان انجام داد، همین استش که داعش و امثال هم این کار رو کردن. به همین دلیل ما باید توجه داشته باشیم تا زمانی که ما با عصر مدرن روبرو نبودیم، در ایران اصلاحات شروع نشده بود، خب همه بنیادگرا بودند، یعنی همه تابع همون قوانین الهی بود و در جنبش مشروطه ایران شما اختلاف میان شیخ فضل الله نوری و مشروطه خان رو دیدید. شیخ فضل الله نوری می گفت اگر مجلسی باشد که مردم بخواهند برن اونجا قانونی وضع کنند به غیر از اون چیزی که در قرآن و سنت هست، این یک بیعت و کفره و کسی که این حرف رو میزنه کافره، قتلش واجبه، زنش بهش حرامه، اموالش هم میگیریم. بعد اینکه در واقع به غیر از اینم چیز دیگری نمیخواستن. تا اون موقع احکام موازی بوده، حکومت هم در دست روحانیان بوده، قوانین هم اونا تعیین میکردن، قوه قضایی هم در دست اونها بوده و غیره. خب حالا این جریان هم که مربوط به سربلند کردن جنبش بنیادگرای اسلامیه، صرفا مربوط به جامعه ایران نمیشد. جهان اسلام دو مرکز بسیار قوی داشت، یکی مرکزی که عمدتا شیعه بودن ایران بود، یک مرکزی که بسیار قوی بود مصر بود. در مصر هم عین ایران با شروع اصلاحات و مدرنیزه شدن جامعه، جنبش ارتجایی که رهبران فکریش ابتدا حسن البنا و سید قطب بودن شروع کردن و جریان بسیار ارتجایی اخوان المسلمین رو پایه‌گذاری کردن که یک شاخش همین همسه، یک شاخش جریانات القاعده و داعش و غیره است. خب حالا ببینید ما در ایران در سال 57 با این مسئله روبرو شدیم که نیروهای گوناگونی در انقلاب شرکت کردند، یک بخشی پیروز شد، قدرت رو به دست گرفت و تمام نهادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی رو زیر و رو کرد، دستگاه سلطنت رو برچید، یک نظم جدید ولایت فقیه آوردن گذاشتن اونجا. ولی همه اینها در چارچوب احکام و موازین شهر. ما خمینی در همون کتاب حکومت اسلامی که سروش میگه من خوندم و پیرو شدم، میگه که حکومت اسلامی تفاوتش با سایر حکومت ها در این است که در حکومت اسلامی رأی افراد و اشخاص اصلا مطرح نیست، حتی رأی پیامبر محمد.
قانون رو ما داریم، خداوند قانون رو کتاب قرآن رو داده و محمد هم خودش این قانون رو آورده، هم اجرا کرده و هم قضاوت کرده. در نتیجه ما میبایستی حکومتی درست بکنیم که ما حکومت بکنیم، ما یعنی فقها و مجتهدان، چون ما جانشینان دست دوم محمد، نمایندگان دست دوم محمد الله پس از محمد و امامان هستیم. قانون رو داریم، قوه اجرایی میواسی در دست ما باشه به اضافه اینکه قضاوت، یعنی اون چیزی که در تاریخ تکامل فلسفه حکومت اتفاق افتاده بود، یعنی تقسیم قوا و به وجود آوردن سه قوه مستقل از هم برای کنترل قدرت، همینا رو زد کنار. یعنی اون چیزی که مسئله قوای حکومت ناشی از که هست و انقلاب فرانسه کلیسا رو با مغز به زمین کوبید و قدرت رو، منشأ قدرت رو از الله و کلیسا و سلطنت همه گرفت و منتقلش کرد به ملت، ما دو مرتبه برگشتیم به عقب. یعنی با انقلاب اسلامی به این دلیل ارتجایی هست که در رابطه با آنچه که جنبش روشنگری و خردگرایی و تقدس زدایی موفق شد پس از انقلاب فرانسه پیاده بکنه، انسان خود مختار بسازه، قوای حکومت رو به دست ملت بده، قوه حکومت رو تقسیم به قوه مستقل از هم و کنترل کننده هم بکنه، انحصار اعمال قهر در دست حکومت به وجود بیاره، با انقلاب اسلامی ما از همه اینا برگشتیم به عقب و رفتیم پیش از دوران روشنگری. حق قانونگذاری از ملت سلب شد، منتقل شد به الله و بعدم این آوردن توی قانون اساسی ایران. تقسیم و کنترل قوا از بین رفت. شما به همین انتخابات اخیر نگاه بکنید، حالا این 44 سال گذشته رو کاری ندارم سر همین مسئله که به تازگی اتفاق افتاده، یه رئیس جمهوری انتخاب کردن که در اساس خودش غیر دموکراتیکه، غیر آزاده و مستقلم نیست، دموکراتیک نیست، برای اینکه رئیس جمهور میبایستی طبق قانون اساسی شیعه، مرد شیعه باشه. خب زنان چی میشن؟ خب اهل سنت و پیروان دیگر ادیان چی میشن؟ هیچ، تبعیض، فقط این، فقط این ایدولوژی شیعه. حالا اینو نظارت استصوابیش هم کردن، یعنی به احزاب و گروه های دیگه اجازه رقابت آزاد نمیدن. حالا ایشون اومده انتخاب شده با نظر رهبر رئیس جمهور. در کشورهای دموکراتیک فرمانده نیروهای مسلح منتخب صدر اعظم یا رئیس جمهور یا نخست وزیر منتخب مردمه و حرفی رو که این میزنه اونو انجام میدن. توی جمهوری اسلامی یه نفری انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه و نیروهای مسلح میگن کی باید توی کابینه بیاد یا نیاد، میگن که این طرح نور خواهد بود. آقا شما چیکاره ای؟ شما منتخب مردم نیستی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و وزیر کشور و فرمانده نیروهای مسلح به این دلیل میتوانند برای منتخب، حالا فرض کنیم آزاد بوده، مردم تعیین تکلیف بکنن، چون منتصب رهبرن و
و رئیس جمهور کاری نیست. نه از همون حرفی رو که خمینی در کتابش میزنه و سروش میگه ایشون از من دو تا محبوب دارم، یکی ایش خمینی یکی شریعتی، میگه آقا ملت حق قانونگذاری نداره و رئیس جمهور در ایران بارها و بارها گفتن، این بارم دیگه خیلی علنی شده، هیئت وزرا رو برداشته برده مجلس، هر کی اومده حرف بزنه گفته آقا بی خودی حرف نزنید، آقا گفته اینا، خود مجلس هم همینطوره، تمام مجلسیان با نظارت استصوابی عمل میکنه، یعنی هر کس روی خط رهبری نباشه، ولایت‌فقیه نباشه، اصلا اجازه نمیدن بیاد تو بخواد وارد رقابت بشه و هرچی هم که بیت رهبری بگه عمل میکنه. به همین دلیل ما از نظر ارزش‌های اجتماعی، سیاسی، فردی برگشتیم به پیش از انقلاب فرانسه و پیش از دوران روشنگری. به همین دلیل برگشتیم به عقب، به زمانی که انسان قائم به ذات خودش نبود، به زمانی که حکومت برآمده از اراده مردم نبود، بلکه موهبتی الهی بود که به کلیسا داده شده بود یا به دستگاه سلطنت. قوه قدرت حکومت تقسیم نشده بود تا بشود از خودسری ها جلوگیری کرد. خب ما با این انقلاب برگشتیم به عقب در تمام زمین. بفرمایید. بله، درود بر شما. ببینید جناب دستمالچی، در ایران آنچه که اتفاق افتاده پس از مشروطه، پس از انقلاب مشروطیت به این ور، دزدی واژه‌های معتبر غربی است و نامگذاری بر روی ارتجاع استبدادی و دینی و سنتی عرفی. واژه های مانند انتخابات در ایران اصلا معنا نداره، انتصابات، ولی از واژه انتخابات بهره میگیرن. لیبرالیسم، آزادی خواهی، معنای مشخص خودش رو در دستگاه های فلسفی و سیاسی جهان مدرن داره، ولی یه دمیان میگن ما نهضت آزادی هستیم، نهضت لیبرالیستی هستیم یا هر چیز دیگری. یا مجلس منتخبین مردم میروند اونجا مینشینند، اما در ایران اسمش است مجلس شورای اسلامی. رئیس جمهور یعنی جمهور مردم انتخابش کرده باشند، اما ما دیدیم که 7-8% یا حالا 10%، 15% بیشتر به این آقای پزشکیان رأی ندادن. تازه پزشکیان اصلا کسی نیست، اگر خاطرتون باشه گویا در همین برنامه شما بود پیش از این انتصابات که من گفتم آقا اصلا چرا خامنه خودشو علاف کرده، مردمم علاف میکنه، وقتی همه چیز دست خودشه خب بیاره یا خودش به عهده بگیره، کسی جرأت نمیکنه حرف بزنه، یا اینکه بگه آقا من این آدم رو گذاشتم اونجا، اسمش هم رئیس جمهوره، بخواید نخواید من میگم رئیس جمهوره و هر چیزی من بگم عمل میکنه. بنابراین چیزهای مثل کابینه، واژه آزادی و همه اینها مصادره شدن، اینا معنایی در ایران ندارند، پیشتر از اون هم نداشتند. ما در دوره پهلوی هم انتخابات نداشتیم، حزب رستاخیزی درست میشد، بله قربانگوها مدیریتش میکردن و درست این همین، یعنی فقط لباسش عوض شد، محتواش همونه. و اما یک چیزی که بسیار مهم هست، یک شکافی است، یک ترک خوردگی عظیمی است مثل گسل در زمین که دو بخش از زمین دارن اصلا دور میشن و یک حفره اون وسط هست که یک طرف رو میبله و اون شکافی است بین گذشته
و آینده‌ای که آغاز شده. بله و این رژیم درست در مرکز این گسل است و این گسل او رو با خود خواهد برد. این شکاف بین گذشته و امروز، بین سنت و مدرنیته، بین نسلهای جوان و پیرهای محافظه کار، بین انسانهای تحصیل کرده و مدرن امروزی با آخوندها، یک گسل جدی است که در تاریخ ایران وجود نداشته است، فقط در یک مقطع کوتاهی در دوره مشروطه بوده که اونم مصادرهش کردن دیگه، هم بالای سر قانونش آوردن، 5 تا آخوند گذاشتن، یه مستبد هم گذاشتن اون بالاتر، و اونها به هر کاری دلشون خواست کردن و چیز از انقلاب مشروطه باقی نماند. این نوید رو باید به مردم ایران داد، به جوانان، که راهتون درسته. برای نخستین بار شما دارید دنده رو به جلو و به آینده دارید میگیرید. بله همینطوره. سختی های هست، افت و خیز های خواهد بود، اما آینده، آینده از آن شماست و شما مال آینده اید. شما سازنده و آفریدگار آینده هستید. همینطوری باید جلو برید، هرچند کند، خونم در سر راهش هست، زخمم هست، زندان و شکنجه هم هست، اینا رو شما دارید میکشید دیگه، ما میشنویم. شما که میکشید میدانید چه میکشید، نه؟ همه اینا هست. در کدوم انقلاب نبوده؟ در کجای جهان نبوده؟ حتی زمانی که انقلاب هم نشده، شاهی عوض میشده، یک شاه جدیدتر می اومده، همه اونا رو سرکوب می کرده، سر شاه هم می برده، یا کمرش مثل ضحاک جمشید رو از وسط بدونیم کرد میاد و بقیه رو می کشه، زناشون رو مصادره می کنه، می بره توی حرمسرای خودش و خونی راه می دازه. یکی دیگه میاد مثل فریدون او رو می زنه. بنابراین برای نخستین بار در تاریخ ایران یک شکاف بزرگ روشنگری اتفاق افتاده که استبداد سیاسی و دینی هر دو را در این گسل میبلعد و میبرد، و این راه به نظر من افق آینده ایران است. تا نظر شما چه باشه دوستان؟ به نظر من صحبت شما کاملا درسته، برای اینکه ملت ایران در مجموع توی این 45 سال گذشته یک تجربه عملی ملی کرده، خارج از این بحثایی که اسلام چقدر رحمانی هست، به به مثلا جناهای مختلف اینا. به هر حال من که خودم این جنبه رحمانیشو تا حالا ندیدم و به جنبشایی هم که نگاه میکنم در اونا هم یک ذره از مسئله رحمانیت اسلام نمیبینم. شما نگاه بکنید به حماس، شما نگاه بکنید به القاعده، به داعش، به جمهوری اسلامی و غیره. ببینید تمام جوامع مدرنی که وجود داره، تمامشون هیچ کدومشون حکومتشون دارای ایدولوژی به ویژه ایدولوژی دینی نیستن. این 27 کشور اتحادیه اروپا، اون امریکا، اون کانادا، اون استرالیا، اون نیوزلند، اون ژاپن، آیا یه دونه از اینا هست؟ حکومت رو دارم میگم. این که مردم بدنه مثلا دین دارن نیستن یه بحث دیگه است. امریکا جامعه بسیار بدنه دینی داره ولی اجازه دخالت در حکومت نداره و حکومت هم در کار عقیده و نظر شما کاری نداره. یعنی ما اگر متوجه نشیم که این جامعه دارای 4 بخش مستقل از همه جوامع، این جوامع مدرن، یکی بخش سیاسته، یکی بخش اقتصاده، یکی بخش فرهنگ، یکی هم همبستگی ملیه.
بخش فرهنگ دین توشه، امری شخصی. بخش سیاست امری عمومی، ابزار کارش قدرته. یعنی اگر که حکومت یه قانونی گذاشت، آقای مانی موظف اونو انجام بده. شما موقعی که دین رو که امری شخصی است، انتخابی است، ارزشی است، میبری توی حکومت، حکومت اون وقت تبدیل این ارزش تبدیل به معیار حکومتی میشه. ببخشید، اون وقت اگه شما اینو رعایت نکردی، حکومت شما رو مجازات میکنه. مثل همین مثلا مسئله حجاب یا امر به معروف و نهی منکر در زمینهای دیگه. ببینید، اگر انقلاب اسلامی ایران در چارچوب ایران میموند، میگفتیم که مسئله فقط مربوط به اشتباهای اونجاست. انقلاب اسلامی و جنبش بنیادگرای اسلامی تمام منطقه را گرفته، شمال افریقا و وسط افریقا را گرفته، ترکشهاش تا تو اروپا و امریکا است. یعنی نشون میده ما با یک جریان ارتجاعی تاریخی روبرو هستیم که در ایران سر باز کرد. و این مبارزه ای که الان در ایران و در بیرون ایران علیه دوگمگرایی و بنیادگرایی اسلامی انجام میگیره، این تقدس زدایی اسلامی که انجام میگیره و این مبارزه ای که علیه دین و خرافات و غیره انجام میگیره، یک ضرورت تاریخی برای جوامع اسلامیه. همچنان که این پدیده 300 سال پیش توی اروپا شروع شد و با اون خردگرایی و تقدس زدایی و غیره راه برای ساختن جوامع مدرن باز شد. یه سری تحت تاثیر اندیشه هایی که مثلا فرض کنید آقای ادوارد سعید مطرح میکنه، اینکه گویا این اسلام حراسی و یا اسلام ستیزی که در ایران و یا در بیرون ایران به وجود اومده نتیجه سیاست های غربه. خب این حرف کاملا غلطه. آیا من پرسشم از شما اینه، آیا اندیشه های فدایان اسلام، جمعیت های مؤتلفه اسلامی، اندیشه های اخوان المسلمین و یا داعش یا خود خمینی یا شریعتی یا سروش و یا بسیاری دیگری از اینها، آیا اینا تحت تأثیر غرب به وجود اومد؟ آیا شما که از داعش میترسی، من که میترسم، از القاعده، از جمهوری اسلامی، از حکومت طالبان که با تبر رادیو رو میشونه، زن هم اجازه نرن اصلا بدون مرد از خونه بیرون بیان و اینا رو همه رو کرده تو اون برقه که عین کیسه یه سیب زمینی میمونه، اینا نتیجه این جوامع و آموزه های دینیه یا چی؟ یا از کجا اومده؟ ترس ما نتیجه واقعیت های موجود جامعه است که میبینیم. خب شما یه تفاوتی هست بین دنیای مسیحیت که در ابتدای 300 سال اولش اصلا به قدرت کاری نداشت و اسلام که همواره با از ابتدا و شروع کار با قدرت و شمشیر کار کرده. خب خمینی موقع که میگه اگر که ما قلم های شما رو میشکندیم و همچنان که حضرت علی در یک روز 700 نفر رو گردن زد، گردن شما رو میزدیم مسئله راحت تر حل میشد. خب اینو که ایشون داره استناد میکنه به تاریخ اسلام که چه اتفاق افتاده و
دین اسلام همواره در تمام طول تاریخ با شکل ویژه‌ای از حکومت روبرو بوده که همش هم با قدرت شمشیر بوده. یعنی اگر در قرآن که کتاب مقدس مسلمانان هست امر به جهاد میکنه و اعمال خشونت علیه کسانی که در برابر این دین نیستن، خب این دیگه چه ربطی به مسئله غربیا داره؟ میدونید، یعنی اگر که ما دو مرتبه به جای این که این تجربه درست رو ملت ایران کرده و این مبارزه روشنگری و روشنگرایی و تقدس زدایی علیه دوگمای اسلامی در ایران شروع شده با این تجربه تلخی رو که کرد، اگر این انجام نگیره راه برای آینده روشن یک جامعه باز و آزاد و دموکراتیک و حقوق بشری باز نخواهد شد. اینا اندیشه های اسلام حراسی غرب و یا اسلام ستیزی غرب نیست، اینا تجربه مشخص ماست. من خودم موقعی که نوجوان بودم در ایران اگر می گفتن آیت الله فلانی سراپا احترام می شدن. الان موقعی که نام یه آیت الله و حجت الاسلام و یه هر کی که از اینا میاد سراپا تنفر میشن، به دلیل اینکه فوری در جلوی چشم من کسانی از اینها من میبینم که در دزدی و در وقاحت و شقاوت و قساوت نمونه تاریخن و در ریاکاری و در دروغگویی و در خونریزی، همش هم به نام اسلام. و خب موقع که این قوانین خشونت آمیز هست، موقع که سنگسار هست، شلاق هست، قطع دست هست، قصاص هست، کشتن کافر هست، همه اینا هست، خب ما بگیم اینا رو اینا مثلا غرب اینطوری تبلیغ میکنه. غرب چی تبلیغ میکنه؟ شما میکنید. میدونید اگر که در این اسلام اینی که هست، اگر در این رحمتی وجود داشت، خب چرا از یکی از این اندیشاش حقوق بشر بیرون نیومد؟ اگه چرا از این اندیشاش تساوی حقوقی انسانها در برابر قانون به وجود نیومد؟ شما با برخی از این نوع اندیشان دینی که میگویند از اون چیزها بریدن به گفتگو بشینید، بگید آقا شما که اینطوری میگید یعنی حقوق باهایی با شما در برابر قانون یکسانه، یه مرتبه قاطی میکنه. شما موقع که میگی من حقوق بشر رو قبول دارم پیامدهای مشخص داره، حقوق بشر اصلا نمیتونه بپذیره که شما تبعیض حقوقی بذاری میان یه دی دیگری که داره مثلا یک افکار و اندیشه های دیگری هستن. برای همین این حرف شما درسته، چون در دو زمینه این اتفاق داره میفته. این مسئله است که خودشون هم میگن، خود اینا. من همین امروز یک گفته یکی از این آخوندار رو خوندم که اسمش الان یادم نیست، میگفت تا دو نسل دیگه، سه نسل دیگه از ما خبری نخواهد بود. موقعی که این نسل گذشته ها از بین برن، نسل جدید اصلا ما را قبول نداره و همه جا در خانه و بیرون به تمسخر ما نشسته و ما جذابیتمون رو از دست دادیم، نمیتونیم با این حرفا دیگه اینا رو بیاریم تو مسجد. راست میگه، این چیزیست که همه میبینن. یعنی اتفاقی که در ایران داره میفته یکی تجربه ایست که این ملت کرده در بود ملی، یکی هم بعد از انقلاب اسلامی برای اولین بار در تاریخ ایران
جنبش روشنگری علیه دین و خرافات و تقدس زدایی و غیره شروع شد و در تمام زمین ها ادامه داره. میدونید ما بالاخره اگر که حتی نواندیشان دینی میگن آقا ما حقوق بشر رو قبول داریم، پس مبارزتون رو علیه این احکام اسلامی شروع بکنید. فقط بیان لفظی این که مثلا ما قبول داریم قابل قبول نیست، مبارزتون رو علیه این تمام این احکامی که وجود داره و سراسر خشونت آمیزه و نقض کرامت و حیثیت انسانه شروع بکنید. و این اتفاق داره میفته، داره میفته. جنبش زن زندگی آزادی گوشه کوچکی از این آتش زیر خاکستر نهفته در ایرانه که هیچ کدوم از این ارزش ها رو قبول نداره و این دو مرتبه سر بلند خواهد کرد. و همچنان که میگه تا زمانی که این حکومت هم هست این جنبش به خواستهاش نخواهد رسید. البته یک دگرگونی عظیمی اتفاق افتاد و در مدت بسیار اندک این جنبش توانست ضربه بسیار سنگین و غیر قابل برگشت به اقتدار حکومتگران بزنه و عملا هم اینطوری اتفاق افتاد. این نسل جدید اصلا برای این ارگونه ارزش ها و برای این حرفا و برای این خرافات و برای این خشونتگری و برای این عدم مدارا تره خورد نمیکنه به درستی. و اون وقت وظیفه ما یا روشنفکران از جمله در این است که این مبارزه وجود داره، راهها و مصالح ساختن یک نظم دموکراتیک انسان دوستانه رو که مدارا اساسش باشه، که همزیستی اساسش باشه، که تساوی حقوقی همه در برابر قانون اساسش باشه، که دین و مذهب یا مرام و مسلک من به شما و به حکومت ربطی نداشته باشه، اینا رو این روشنفکرا به ویژه اونایی که در بیرون از ایران هستن و دستشون بازتره در ایران سرکوب میکنن میکشن، اینا رو بیارن که این دو بخش رو ما بتونیم در هم بیامیزیم و بعد یک نظم انسانی درست کنیم. بله جناب دستمالچی، اگر به یادتون باشه که حتما هست، بسیارانی دکتر علی شریعتی را آموزگار انقلاب، معلم انقلاب می نامیدن. همون معلم انقلابی که ساواک براش حسینی ارشاد درست کرد، گفت برو اونجا بشین هر چی می خوای بگی بگو، کتابات هم چاپ می کنیم. جلوی روشنفکران سکولار یا چپگرا یا امروزی رو باید بگیریم، خونسا باید بکنیم. این وظیفه شماست. الان که یک خیابان اصلی پهلوی در ایران شد، خیابان علی شریعتی، یعنی فقط اسمش عوض شد. و این آقا شما یک گفتاوردی ازش دارید در همین بخش از کتابتون، من اجازه میخوام این رو بخونم. ایشون یعنی آقای شریعتی گفته که روشنفکر اگر سواد ندارد نداشته باشد، فلسفه نمیداند نداند، فقیه نیست نباشد، فیزیکدان و شیمیست و مورخ و ادیب نیست نباشد، کسی ممکن است خط و سواد هم نداشته باشد، امضا هم نتواند بکند، اما روشن فکر باشد. پس روشن فکر کیست؟ درست دقت کنید، روشن فکر مذهبی را دارم تعریف میکنم. روشن فکر مذهبی یعنی مذهب اصلا با روشن فکری سر و کاری نداره، چون مذهب با
دین و اعتقاد و ایمان که ناشی از قرآن و سنت و محمد هست سر و کار داره. نیاز به روشن فکری نداره. روشن فکر کسی است که با فکر خودش میاندیشه، ولی کسی که مقلد هست، مرجع تقلید داره، محمد و قرآن و خمینی و هر کس دیگر، این دیگه روشن فکر نیست، این یک پیروه، یک بنده است، یک برده دینه، بنده خداست، عبدالله است. و ما میبینیم که اینها موفق شدند نه تنها روشن فکران رو از صحنه بیرون کردند، و اگر شما یادتون باشه چون بازرگان که خودش که مثل شریعتی بود واژه لیبرال رو برای تشکیلاتشون برگزیده بودن، روحانیت لیبرال رو به دشنام تبدیل کرد، همان گونه که سلطنت طلب ها امروز روشن فکر، واژه روشن فکر رو به دشنام تبدیل کردن، میگن ما ضد روشن فکر، ما روشن فکر نمیخواد، ما می آییم می گیریم می کشیم و بر تخت می نشیم. این خلاصه حرفشون، یعنی همون راه، همون شیوه و همون ترفندهایی که شما نامش رو گذاشتید به درستی، شطرنج بازهای حرفه‌ای که مهره های پایین مثل سرباز رو می زن جلو برای شهیدسازی و کشتار و برو جلو، بعد اون پادشاه هست و رخ هست و نمیدونم اسب و ایناست که در نهایت پیروز خواهند شد. شطرنج هم بر اساس سیستم پادشاهی ایران گویا درست شده. به هر روی مادامی که مردم ایران پیامبران واقعی زمانشون رو که روشنگران و روشنفکران و سکولارها و لایکا هستن نشناسند، آینده ای ندارند، انقلابهاشون فقط خون از دست میدن، ثروت از دست میدن، جوانها رو از دست میدن و چیز آید خودشون و نسلهای بعد نمیشه. شما درست اشاره کردید، ترکیبی از نیروی جوان و خلاق و پر انرژی با روشنگران و روشنفکران واقعی زمانه میتواند اهرم انقلاب و موتور انقلاب بعدی رو به درستی روشن کنه و راه بندازه، نه اینکه روشن کنه ندونه حالا کجا میخواد بره، چپ بره، راست بره، مستقیم بره، تو دره نیفته، از کج نره، نه، نقشه راه باید روشن باشد و نقشه روشن راه را روشن فکران و روشن اندیشان به بحث میگذارند، تحمیل نمی کنند، به بحث میگذارند و جوانانی که انرژی تغییر جامعه رو دارند از اون اندیشه ها به علاوه ابتکارات و نیروی خلاقه خودشون می توانند موتور انقلاب را به حرکت درآورند. تمام. اگر بله. فرمایشی دارید میشنویم و بعد برنامه رو به پایان میبریم. بله، نه، در واقع همینطور هست. ما جوامع نوین رو، جوامع باز رو از نو نباید بریم اختراع بکنیم، کشف بکنیم، بسازیم. هست این جوامعی که هر کس از این کشورهای حکومتهای دینی و استبدادی و توتالیتر فرار میکنه میاد اینجا، میاد میره تو این کشورهای جوامع باز. این هست و ما باید توجه داشته باشیم که هیچ کدوم از این جوامع باز بر اساس احکام الهی سازماندهی نشدن. یکی بیاد یه نمونه نشون بده. و هیچ یک از این جوامعی که حکومت‌های دینی دارن نه توش دموکراسی هست، نه حقوق بشر هست، نه احترام و کرامت انسان هست، نیست. و تجربه تاریخ نشون داده که این کشورها با انقلاب فرانسه، یعنی انقلابی که معیارهای نوین عصر روشنگری رو عملا آورد به اجرا گذاشت، تونست این راه رو بره. ما هم راه دیگری نداریم. اگر که میخواییم حکومت جامعه انسانی بسازیم، راهی نداریم، دین رو بزنیم کنار، بره سر جاش بشینه. دین الان
وظیفش در آلمان سرویس دهیه، تو امور خیریه، تو حکومت اجازه دخالت نداره، قوانین الهی وجود نداره، قانون رو پارلمان میگذرونه، پارلمانی که منتخب نمایندگان ملته و قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر مقدم است بر هر قانون و سنت دیگر. در ایران این بحث همواره بود، بدعت نباید گذاشت، یعنی چیزی که سنت بوده است و سنت اسلامی بوده است نباید آورد. ما باید در تمام زمینه ها بدعت نوین بذاریم، ارزش های نوین بذاریم و اونایی که غلطه مربوط، مهم نیست که شمال جنوب شرق غرب از کجا اومده، اگه غلطه غلطه، اگه سنگسار غلطه باید اینو بذاریم کنار، به اسلام بر میخوره بخوره. اسلامه که میباید خودش رو تطابق بده با جامعه و در خدمت انسان باشه. قرار نیست انسان برده و بنده و عبید یه ایدولوژی بشه. مرسی. سپاس فراوان از مهر شما و از گفتار شما که برای من بسیار آموزنده است، و سپاس از بینندگان و همراهان این برنامه ها که ما رو یاری می کنند تا صدای روشنندیشان و روشنگران و روشنفکران زمانه به گوش بسیارانی برسد. شادکام باشید. به درود. آینده از آن شماست. خرد راهبر و همراه شما باد. به درود.